تا راوی در این سند است که قوقایی اند این دو راوی از وثاقت و اعتبار. ابن ابی عمیر است از صحابه جلیل القدر حضرت رضا سلام الله علیه و امام موسی بن جعفر علیه السلام، از اصحاب اجماع. ابان ابن عثمان است از خواص اصحاب امام صادق، یعنی دو تا راوی در این روایت از بزرگان محدثینن، بقیه هم که همه از افراد مورد اعتماد. از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، ببینید فاطمه اطهر در آن عالم چه میکند. میگوید امام فرمود اذا کان یوم القیامه جمع الله الاولین والآخرین فی سعید واحد، خدای بزرگ همه افراد رو، اولین و آخرین رو در یک سرزمینی جمع میکند. فی سعید واحد، در یک جا. فیونادی منادن، همه که جمع شدن یک منادی ندا میکند. غضوا ابصارکم و نکسوا رؤوسکم، چشمهایتان را بربندید، سرها را به زیر افکنید. چه خبره؟ غضوا ابصارکم و نکسوا رؤوسکم حتی تجوز فاطمه. قرار است فاطمه وارد محشر شود. همه اهل محشر مکلف می شوند سر به زیر افکنند. همه اهل محشر مکلف می شوند چشمانشون رو ببندند. این تشریفات ورود فاطمه است. تمام شد؟ نه. نقض الخلائق ابصارهم فتأتی فاطمه علا نجیب من نجب الجنه. فاطمه وارد می شود. چجوری؟ بر یک مرکبی از مرکبهای بهشتی فاطمه سلام الله علیه سوار است. یشیعها سبعون الف ملک، 70,000 ملک فاطمه را همراهی می. اینجور وارد صحنه محشر می شود. فتقف موقفا شریفا، هر کجای محشر هم نه، یک جای مشخصی، یک جایی که شرافت و قابلیت حضور و توقف فاطمه را داشته باشد مقرر شده. فاطمه در آن مکان و موقف شریف می ایستد. ثم تنزل عن نجیبها، از مرکب به زیر می آید. چه میکنه فاطمه؟ فتأخذ قمیص الحسین ابن علی بیدها، یه پیراهن خونالوده ای را به دست میگیرد. فتأخذ قمیص الحسین ابن علی بیدها مزخما بدمه، این پیراهن خونالود را بلند میکند و تقول یا رب، عرض میدارد خدایا هازا قمیص ولدی و قد علمت ما صنع به، خدایا این پیراهن پیراهن خون آلود فرزندم حسین است، تو از هر کس بهتر میدانی که با حسین من چه معامله کردن. این حدیث رو خوب عنایت کنید، این سلسله روات فوق العاده اهمیت دارد. تشریفات ورود فاطمه سلام الله علیها به صحنه محشر و عرصات منحصر به فرد است. هیچ نبیی از انبیاء الهی، حتی خاتم الانبیاء، این تشریفات ورود رو نداره به صحنه محشر. اینو دقت کنید. بعد توقف حضرت در یک موقف مخصوص و یک جایگاه معینی، بعدم اون وسیله و ابزاری که فاطمه عرضه می کند به بارگاه خدا، پیراهن خونالود. من اینجا یه چیزی میخوام بگم، یک نکته استفاده از روایت. ببینید فاطمه وقتی میاد به صحنه قیامت، صحنه دادخواهی، بازم نمیگه خدایا ای امت پیغمبر آخر الزمانت به من سیلی زدن، نمیگه خدایا پهلوی منو شکستن، نمیگه خدایا بازوان مرا آزردن، میگه خدایا بچه منو کشتن. بازم از خودش سخن نمیگوید. اینو که خیلی مهمه ها. ولذا مثل امشب، همین امشب که امیر المؤمنین سلام الله علیه فاطمه را میان خانه قبر گذاشت، که حالا شاید آخر اگه فرصت شد چند جمله روزه بخوانیم، عرض بکنم
اما وقتی فاطمه را میان خانه قبر گذاشت، گفت یا رسول الله، فاطمه اد آمد، مهمان توه، اما یا رسول الله احفه السؤال. آیون علما دقت کنید، حفه یحفو به معنای پیچیدنه. نگفت یا رسول الله ازش سوال کن، عرض کرد یا رسول الله احفه السؤال، سوال پیچش کن، معمولی ازش بپرسید جواب تو نخواهد داد فاطمه. احفه السؤال و استخبر الحال و ستنبه که ابنتو که به تظافر امتی که علا هزمه ها. یا رسول الله اگه سوال پیچ کنی به تو خواهد گفت با فاطمه چه کردن. فاطمه اون فاطمه ای نیست که تو به من تحویل دادی، هزمه ها، فاطمه متبدل شد، فاطمه متغیر شد. میدونید چی شد فاطمه؟ فاطمه فاطمه این شد که سارت کل خیال، یک شبه ای از فاطمه مانده. این روایت خیلی روایت عجیبی است. باز فاطمه از خود نمیگوید، این پیراهن خون آلوده را عرضه میکند. بعد خدا از اینجای بعد روایت رو خوب دقت کنید، فیأتیها النداء من قبل الله عز وجل. همه مواقف قیامت و آیون به روایات باب معاد و صحنه قیامت رو ببینید، ندا زیاده، نودی من بطنان العرش، نادا مناد، صدایی بلند میشه، منادی صدا میکنه. اما اینجا فقط منحصرا خدا خودش بی واسطه با فاطمه سخن میگوید. هیچ کجای قیامت نیست خدا بی واسطه حرف بزنه. اینجا فیقول الله یأتیها الندا من قبل الله عز وجل، خدا بی واسطه با فاطمه سخن میگوید. کیه این فاطمه؟ ظرف دنیا، عالم قلبه ملک بر ملکوت توانایی ندارد اون عظمت فاطمه را، اون قابلیت‌های فاطمه را، اون باطن فاطمه را، اون حقیقت وجودی فاطمه سلام الله علیها را بیان بکنه و ما بفهمیم. اون چه که هست، اون عالم عالم دیگری است که عالم کشف ملکوت است، عالم قلبه غیب است بر شهود. اون عالم روشن خواهد کرد. اونجا خدا بی واسطه با حبیبش سخن میگوید. چه میگوید خدا؟ میگه یا فاطمه لک عندی الرضا، لک عندی الرضا. اینجا جایی است که فاطمه جان من خدا به وعده‌ام وفا کنم، هر چی تو بخوای بهت میدم. لک عندی الرضا، رضایت تو پیش من است، هر چه تو بخوای میدم به. فاطمه چی میخواد؟ و یقول یا رب، یا رب انتصر لی من قاتلی، خدایا قاتلین حسینم رو انتقام.